دوستان در این ویدیو کتاب استانبول رو درس میدیم برای دانشجوهایی که دارن تومر میخونن و این کتاب براشون مهم هستش و نیاز دارن که به هر حال واسهشون خط به خط کلمه به کلمه توضیح داده بشه خب اینجا قراره که آشنا شدن رو یاد بگیرید تانشما یعنی آشنا شدن دیلکرر یعنی درخواست ها مثلا بپرسید این چیه اون چیه فلان کیشی و نسلری تانما شخص و اشیا رو شناختن از لحاظ قواعد الفبا رو داریم این آن آنها رو داریم چه کسی چه چیزی چول اکی پسوند جمع رو داریم بعد سرو اکی سوال آیا رو داریم بورسه نرسه و اینکه بگیم که اینجا کجاست و از کلمه ها کلمات داخل کلاس رو داریم شغل ها رو داریم و یک سری کلمات مربوط به وسایل خونه رو داریم. خب بیایم اینجا یونیت بیر مرحبا تانشما سلام داشما. سلام کردن دیلکلر و یک سری جملاتی که مثلا میگیم خداحافظ و موفق باشی و این حرفا مرحبا گنایدن سلام صبح بخیر ناسلسن یعنی چطوری ایم یعنی خوبم نرلیسن یعنی کجایی هستی هشتکا یعنی خداحافظ خوب بمانی سلامت بمانی گله گله در جواب خداحافظ داده میشه به کسی که میره میگن بدرقه میکنید وقتی میگید گله گله ممنون اولدم یعنی خوشوقت شدم تشکر دارم یعنی Uh, teşekkür mukana memnun senin adın ne uh, senin adın ne mişe Esmedciye nasılsın çetori nerelisin kocayı hasti memnun oldum uh, ah inar o ince diyor ki xhele xhar senin adın ne der cevap mıyım benim adım Ali nasılsın der cevap mıyım teşekkür ederim iyiyim nerelisin kocayı hasti مثلا میگه ژاپن یالیم ژاپن یا یعنی ژاپن اهل ژاپن هستم ممنون اولدم خوش وقت شدم در جواب میگیم بنده من هم ممنون اولدم خوش وقت شدم خوش خداحافظ. خدا حافظ. گله گله به سلامت خوش اومدی خب دوباره تو این اکسا مرحبا سلام سلام günaydın صبح بخیر ای یون روز بخیر خوش کردین آمدی ای شاملار برای خداحافظی گفتن و یا سلام گفتن در زمان شب هستش ممکنه بخواید با چه میدونم یه سرویسی پشتیبانی چیزی مثلا شب باشه شما زنگ بزنید موقعی سلام کردن میتونید بگید ای اکشاملار خوشچکال هم یعنی خداحافظ خب میاییم اینجا اکوما داریم اکوما یعنی خواندن تانشما آشنا شدن مرحبا بینی مادم علی سلام اسم من علی سنین آدن نه اسم تو چیه؟ سنین آدن بنیم آدم یعنی اسم من سنین آدم اسم تو بنیم آدم مراد اسم من مراد هستش این تا دقت کنید اسمایی که در زبان فارسی و عربی به د ختم میشن در ترکی به حرف ت ختم میشن به این شکل ممنون اولدم خوشوقت شدم بند ممنون اولدم من هم همچنین خوشوقت شدم سلام زینب سلام زینب Nasılsın? Çetori iyiyim. Teşekkür ederim. Kubam. Teşekkür mi Sen nasılsın? To çetori. Teşekkürler. Ben de iyiyim. Hım yer badi. Nerelisin? Kocayı hasti. Nijeryalıyım. Ahle Nijeriye hastam. Sen nerelisin? To kocayı hasti. Ben Almanyalıyım. Ben Almanya hastam. Günaydın öğretmenim. صبح خیر معلم من ناسوسنز چطور هستید؟ اینجا فعل جمع استفاده کردیم درستش هم همینه که شما وقتی با این نفر میخواید آشنا بشید بهتره که بگید ناسلسنز تا اینکه مثل اینجا برگردید بگید ناسلسن ناسلسن زیادی دوستانه و یه مقدار در برخورد اول تخص و بیادبانه به نظر میاد به خاطر همین ناسلسنوز رو ترجیح بدید یونایدن جان صبح خیر جان اییم سند ناسلسن خوبم تو چطوری تشکر دریم بند اییم تشکر میکنم من هم خوبم خب مییایم اینجا ناسلسنوز لوند بی چطور هستید آقای لوند خب معمولا در مواقع رسمی اسمها رو با عنوانهای خانم در صورت که خانم باشه و بی در صورت که آقا باشه استفاده میکنیم از اسم کوچیکشون استفاده میکنن معمولا اسم این در 99 درصد موارد اسم فامیلیشون رو نمیگن نسلسن لوند بی چطور هستید آقای لوند تشکر داریم ایم سیز نسلسن تشکر میکنم خوبم شما چطور هستید تشکرلر بند ایم خیلی ممنون من هم خوبم نهابر سینم چه خبر سینم ایلیک خوبی سلامتی سندن نهبر از تو سندن از تو نهبر چه خبر ساق ول یعنی سلامت اول یعنی باش سال یعنی سلامت باشی. بندن ده ایلیک از طرف من هم خوبی. خوشی سلامتی. نوار نیوک مته. نوار نیوک یعنی چه خبر؟ چی هست؟ چی نیست؟ چی کارا میکنی؟ خیلی دوستانه. بیش از حد دوستانه است نوار نیوک مته. اه ایشته. فنا دیل. اه یعنی ای حالا بد نیست فنادیل بد نیست اه ایشته یه جورایی مثلا میشه همین جوری ای همین جوری میگذره خود ایشته هیچ معنی خاصی نداره خود کلمه ایشته در جاهای مختلف شاید بشه یه مفهومی بهش داد ولی در حالت عادی هیچ معنی خاصی نداره معادل هم نداره سنده نوار نیو. از تو چه خبر؟ ایلیک سالک خوبی سلامتی خوشتکال لیلا خداحافظ لیلا گله گله خوش اومدی خداحافظ سون رو را بعدا گروش روز میبینیم همدیگر رو دیدار میکنیم. گروش روز میبینیم همدیگر رو و یا دیدار میکنیم. خب دوباره که دیالوگ داریم اینجا. مرحبا سلام. سنین آدن نه؟ سنین ادن نه؟ دفعه اول این پرسه. اسم تو چیه؟ که من ترجیح میدم شما بگید سیزین آدن از نه. این خیلی معدبانه تر مرحبا بینی مادم مارتین سلام اسم من مارتینه سیزین ادنز نه ببینید مارتین معدبانه برمیگرد جواب میده در که اورتمن یه مقدار خوب نیست اینجوری با اول شخص مفرد به دوم شخص مفرد کسی رو که برای اولین بار میشناسید mörde um, kitap karar bedid. Sizin adınız ne? Benim adım Filiz. Esmemen Filize. Memnun oldum. Hoş vakt Ben de memnun oldum. Ben hem hoş vakt şodam. Nasılsın? Çetori. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür mikonam. Kubam. Şoma. چطورید؟ تشکرلر خیلی ممنون بنده ایم من هم خوب هستم ندلیسین مارتین کجایی هستی مارتین؟ اسپانیالیم اهل اسپانیا هستم خوش کردین خوش اومدی خوش بولدوک. خوش بولدوک جوابی هستش که در مقابل خوشگلدین همه جا همیشه داده میشه پس هرکس بهتون گفت خوشگلدین شما هم بگید خوش بولدوک. خب این طرف رو نگاه کنید به شما چی گفته؟ گفته که آشاداکی چیزایی که پایینه دیالو دیالوگی که در پایین قرار گرفته رو سرالایالم سرالایالم یعنی بذاریمش در ترتیب به ترتیب شماره گذاری کنیم خب من اینجا شماره گذاری کردم یه بار میخونم شما خودتون توی کتابتون نوت بردارید Merhaba, benim adım Ümit. Sen ne? Senin adın ne? Şumariddo. Aslı. Merhaba, benim adım Aslı. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasılsın Aslı? 5 6. Teşekkürler, iyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Görüşürüz. Güle güle. Hop, inazin. Derin in sual hastake çi haste, aşağıdaki ifadeleri eşleştirelim. Aşağıdaki derzir ifadeleri cümle haro eşleştirelim. با هم دیگه مچ کنیم با هم دیگه یکی بکنیم خب گروش مکیزره گروش شروز خب ببینید من اینا رو شماره گذاری کردم این شماره ها رو من گذاشتم همون شماره ها رو با اونی که مچ کردم این طرف نوشتم شماره یک با شماره یک شماره دو با شماره دو یعنی اینها یک نفر میگه اینها رو هم یک نفر جواب میده میخونم گرشمه گزره یعنی به امید دیدار نفر بعدی هم میگه گروش شروز مرحبا جواب میده شما دو مرحبا تشکر ادرم در جوابش میگن ریجا خوش خوشچکال در جوابش میگن گله گله ممنون اولدم در جوابش میگن بنده من هم همچنین ناسلسن در جوابش میگن ایم نرلیسن در جوابش میگن مثلا اسم کشور رو میگن و میگن مثلا چینلیم اینجا پسفند لیم رو میبینید من یک مثال بزنم اینجا خب اینجا بنویسم یک ستاره میذارم پسوند لیم. لیم 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 و لیم البته این چهار تایی که نوشتم فقط برای سوم شخصه این پسوند در واقع فقط پسوند لی هستش در چهار حالت مختلف و پسوند شناسه هستش که میاد و بین دو تا حرف صدادار هم حرف یه اومده حالا صرفا برای اول شخص مفرد اه بخوایم اه اینها رو بگیم اسم کشور رو میگیم و بنا به قواعد واجی که در ویدیوهای اولم درس دادم و فکر کنم تا الان دیگه خیلی ها بدونن هماوایی صدا رو به اون هماوایی صدا این پسوندها ها هم میاد مثلا مثال بزنم حالا چیزی اگه به ذهنم میاد اینجا مثلا چی داریم؟ چین چین لیم ل داریم مثلا آلمان یا لیم صداهای کلوفت هستن آلمان یا لیم. لویوم مثلا ام، یه ام، کشوری که با او باشه و یا شهری که با او باشه مثلا استانبول لویوم یعنی اهل استانبول هستم با او بخوام چیز بگم الان چیزی به ذهنم نمیرسه ولی مثلا یک یکی از سمت های استانبول رو بگیم مثلا میگیم کاد اونجا صدای او رو داریم و پسبند لویوم میاد خب تو همینجا داشته باشید اینا رو کنار کشور میذاریم و میشه اهل اونجا خب اه شما هفته گفتیم نه خبر چه خبر جواب میدیم شماره هشت ایلیک خوش در جواب میگیم خوش بولدوک سنین آدن نه؟ در جواب اسممونو میگیم اینجا گفته احمد خب اینجا یک دیالوگ رو داریم آشاداکی در زیر دیالوگ دیالوگ را تمام لیالم کامل کنیم تمام کنیم خب ای اکشاملار نوشته بود من اه, خب احتمال دادیم که ای اکشاملار گفته باشن چون در قسمت بالا هم گفتم ای برای سلام دادن هم استفاده میشه ای اکشاملار ای اکشاملار. اه, بعد میاییم اینجا نوشته که بنیم آدم تیما خب وقتی اسمشو جواب میده یعنی اسم ازش پرسیدن من نوشتم سیزین آدنز نه و یا سنین آدن نه اینجا یه ستاره گذاشتم اینجا رو نگاه بکنیم سنین آدن نه و یا میتونه بگه اسمی نیز نه و یا میتونه بگه اسم آلا بیلیر مییم که در جاهای رسمی وقتی میخوان اسمتون رو بنویسن توی فرمی چیزی میگن که اسم آلا بیلیر میم آلا اشتباه نوشتم آلا بیلیر آلا بیلیر او یانش oldu Lir. Neden? Okey. Alabilir miyim? Alabilir miyim? Yani mitunam begiram, mitunam daşta işte başam. Hop. Edame midim? Ayşe miye ki benim adım Ayşe. Nasılsın? Çetori. Der cevap iyiyim. Teşekkürler. Sen nasılsın? ona ben de iyiyim. Ben hem kubam. Teşekkür ederim. Memnun oldum. On Timo ham ben de memnun oldum. Ayşe mi porse nerelisin? Ke on ham cevap mide İspanyalıyım. İspanyalıyım. Ee, sen nerelisin? On ben Türkiye'liyim veya ben Türküm. İki, e, i̇kisi de olur. Goffte sen mi tonit begid? Inca. Keşver <laughs> de goffdim inca ba milliyet یعنی خداحافظ در جواب هشتاکال هم چی داریم گله گوله گفته بودم گله گوله به عنوان خداحافظی اول نیست به عنوان خداحافظی بدرق است خب اینجا قرار بود که اسم ها رو با این جمله هایی که اینجا هستند رو با شکل هایی که اینجا هستند چیکار کنیم؟ مچ کنیم خب شماره یک بول شانسلار اینها دایره های لاتری هستن یعنی خوش شانس باشی موفق باشی بول شانسلار شماره دو ایگجلر. یعنی شب بخیر شماره سه تمام اوکی اوکی داده اینجا شماره چهار ای درسلر ای درسلر جمله ایه که وقتی یه نفر میخواد درس شروع کنه رو بهش میگیم به یه معلم که داره میره سر کلاس میگیم ای درسلر به یه شاگردی که داره میره سر کلاس میگیم ای درسلر و اولش میگیم آخرش نمیگیم آخر کلاس ای درسلر نمیگیم اول کلاس میگیم خب شماره پنج چوکیاشا وقتی یه نفر عطسه میکنه بهش میگن چوک یاشا یعنی عمر طولانی بشه چوک یعنی خیلی یاشا یعنی زندگی کن خب شماره یه شیش ای یولجولوکلار یعنی مسافرت خوبی داشته باشید یولجو یعنی مسافر یولجولوک یعنی مسافرت ای یولجولوکلار واسه شماره شش شماره هفت طرف قبول شده ما هم تبریک میگیم میگیم تبریکلر تبریکلر شماره هشت سر میز قضا میگیم بالا هست آفیه تولسون یعنی نوش جان آ... ام... که سلامتی بیاره اون قضا شماره نه با تولده میگیم مطلو یلار و یا دوم گنون کتلو اولسون شماره ده لطفاً داره التماس میکنه شماره یازده گچمیش میشه اولسون گچ اولسون رو واسه آدمای مریض به کار میبریم یه کسی که ناراحتی چیزی پیش اومده واسه اتفاقی افتاده براش گچ میشه یعنی ایشالله که به دور باشه ایشالله که ازت بگذره ازت رفت بشه شماره دوازده özür dilerim. Mazeret mi Hop ince, İnceye çanta tane kart sebep derim. Şamariye yek bayram bayramımız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun bir şey. mübarek başa. Bayram yani Eid شماره دو گچمیش اولسون اینو برای مریض ها به کار میبریم هاستالک هاستالک یعنی مریضی در مواقع مریضی به کار میبریم شماره دو رو شماره سه ای سنلر برای ینییل یل برای سال جدید استفاده میکنیم آنلر گونه کتلو اولسون جیم، آنلر گونه روز مادرت یعنی روز مادر کتلو اولسون مبارک باشه آنچیم مادر جونم شماره چهار آنلر برای روز مادره دوم گنی کتلو اولسون روز تولدت مبارک باشه نیچه سنلره ایشالا که سالهای خوبی داشته باشی شماره ی پنج هم دوم گنی شماره ی شش برای دن یعنی عروسی به کار برده میشه سنسوز مطلولوکلار سنسوز یعنی بی نهایت مطلول و کلار یعنی خوشبختی ایشالله که تا بی نهایت خوشبخت باشید خب بیاییم. صفحه بعد صفحه بعد این اکس ها رو باید با این جمله ها چیکار کنیم؟ وصل کنیم شماره ها رو اینجا نوشتم قسمت آب خب روی سوال بخونیم من روی سوال بگم واسهتون که تو امتحاناتتون متوجه بشید چی ازتون میخوان یانداکی در کنار رسیملر رسیملره به عکس کناری با کلم نگاه کنیم و جمله لری و جمله ها رو نومارالاندرالم شماره گذاری کنیم نومارا یعنی شماره نومارالاندر یعنی شماره بذار نمارو یعنی شماره بگذاریم فعل بله امر داره برای جمع خب بنیم آدم آلبرت اینستین اه، بن آلمان و آلمانم شماره سه خب میگه بن آلمان بن من اهل آلمان هستم و آلمانم و آلمانی هستم آلمان یعنی آلمانی, آلمانیالی میشه اهل آلمان. خب قسمت ب. بنیم آدم موزارت. من آوستوریالیم. آوستوریا میشه اتریش. میگه من اسمم موزارته. من اتریشی هستم. اینم شماره شیش. بنیم آدم ایبراهیم. کتلو آی. من بن ترکیلیم و ترکم من اهل ترکیه هستم و ترک هستم خیلی خوب ابراهیم کوتلو آی من نگاه کردم یه بسکتبالیست ترکیه هستش شماره چهار بنی مادم جیان رنو بن فرانسالیم اهل فرانسه هستم و فرانسیزم و فرانسوی هستم این هم این شخص هستش نگاه کردم چیزه هنر پیش هستم بنیمادم بایی من چینلیم خب کی چینیه؟ مسلمه که ایشون بنیمادم امر من نیجریالیم اسم من امر هستش و اهل نیجریه هستم این هم شماره یک بسیار خوب میایم پایین دینلمه لیسنینگ هستش یعنی تمرین شنیداری هستش فایل شنیداریش رو پیدا نکردم ولی خب اگر پیدا بکنم شاید یه ویدیو هم برای اون درست بکنم کل شنیداری های کتاب رو اونجا بگم ولی خب اینجا خب انجام ندادم مهمم نیست خب آشادکی جمله جملههایی که در پایین هستن کلانالم استفاده کنیم و سنف دکی لا با دوستانی که در سنف هستن در کلاس هستن بیر دیالوگ یا یه دیالوگ بنویسیم خب من اینا نوشتم چی میگه؟ میگه سنی نادن نه در جواب میگیم بنیم مادن بیزا مثلا ناسلسن چطور هستی؟ خوبم لر خیلی ممنون متشکر نرلیسین ایرانلیم مثلا ممنون اولدم بنده ممنون اولدم خیلی خوب اینجا هم که دیالوگ هستش اگر سر کلاس هستید معلمتون براتون انجام میده خب اومدیم درس الفابه یعنی الف با اه... خب من الف با رو یه بار میگم ولی خب بهتری که برید ویدیوی الفبای زبان ترکی رو از تو کانالم نگاه بکنید. اونجا توضیح بهتری دادم. آ. ب. ج. چ. د. ه. ف. گ. یوموشاک گ. یوموشاک گ همون صدای غین فارسی رو میده. عربی هست صدای غ رو میده. ترکای خود ایران هم هر کجا از... یعنی هر کجا یو استفاده میشه با حروف فارسی که مینویسن از حرف غین استفاده میکنن در بیشتر مواقع در 90 درصد مواقع همون حرف غین رو داریم یک مقدار نرمتر تلفظ میشه فقط خب ه صدای او این صدای او رو تو انگلیسی هم داریم خیلی آسون هستش وقتی میگید نیشن اونجا چیه؟ صدای ان آخر کلمه صدای او رو داریم نیشن نمیگیم میگیم چی میگیم؟ نیشن یا مثلا میگیم تلویژن اونجا هم آخری چیه صدای او هستش و یا میگیم about نمیگیم about میگیم about اونجا هم صدای او رو داریم خیلی راحت هستش همه هم میتونید ای صدای ای رو داریم اینجا ژ ک ل م ن او ا صدای ا تلفیقی از صدای او و صدای ا هستش یعنی من اینجا بنویسم صدای ا به اضافه او این دوتا رو وقتی که با هم دیگه تلفظ میکنید صدای او در میاد یعنی از صدای او به سمت ا برید با صدای او تشکیل میشه از صدای ا به سمت او بیاید صدای او تشکیل میشه در زبان فرانسوی زیاد استفاده میشه خیلی از زبان های ایران هم از صدای او استفاده میکنن داریم این رو و خیلی هم راحت هستش ا به اضافه او میشه ا پ ر س ش ت او, او اوی معمولی اوی خودمون اوی فارسی و صدای او صدای او هم اینجا بنویسم تلفیقی از صدای ای به اضافه او هستش به همین راحتی هر کجا شما صدای ای و او رو کنار هم تلفظ کنید و یا جفتش رو قاطی کنید صدای ای در میاد خب صدای ای رو تولید میکنید مثلا ما تو فارسی اینو در کلمه فیوز داریم و یا در س... کلمه کیوسک در این دوتا کلمه شما صدای ای رو ذاتا تلفظ میکنید بنابراین ام... نگید که تا حالا همچین صدایی نداشتیم و اینا وقتی میگید کیوسک نمیگید کیوسک میگید کیوسک وقتی میگید فیوز نمیگید فیوز میگید فیوز دی خود آروم تر اگه تلفظ کنید متوجه میشید که اینا رو قبلا تلفظ کردید خب صدای او رو داشتیم صدای ای رو داشتیم یه جورایی وقتی میخواید بگید یه جورایی مثلا شما اگه فرم دهنتون صدای ای رو بخواد در بیاره ولی در همون حالی که شکل ای رو گرفته بخواید صدای او رو تولید بکنید در اون حالت خب و ی و ز حالا به حروف سامت و یا بی صدا میگن اونسوزلر نمیدونم چرا این اسم انتخاب کردن اونسوزلر به این حروف میگن اونسوزلر و به حروف صدادار میگن اونلولر اونلو یعنی مشهور من نمیفهمم چرا اینو استفاده کردن واسه این یعنی اسم گرامریشون نمیپسندم به عنوان یه زبانشناس نمیپسندم اوکی کالن صداهای کلوفت به صداهای آ، ا، او و او میگیم صداهای کلوفت و یا کالن صداهای اینجه صدای ا ای ا, ا, او او هستند اینها هم صداهای نازک هستند در هماوای صدا جایی که پسوندمون بخواد بیاد نگاه میکنیم صدای آخرین حرف صداداری که در کلمه وجود داره چه حرفیه؟ نزدیکترین حرف صداداری که در کلمه وجود داره کدوم حرف صدا داره؟ بنابر هماهنگی با اون ما پسوندمون رو انتخاب میکنیم حالا جلوتر میبینید خب اینجا کلمه خواستم بنویسیم من اسم نوشتم معنی این کلمه ها رو میخونم براتون اینان که واسه یه حروف الف با مثال زده هم چیز مهمی نیست ولی خب کلمه رو یاد بگیرید خوبه آرکاداش یعنی دوست بابا یعنی پدر جویز یعنی گردو چجوک یعنی بچه معمولا به پسر بچه میگن چجوک به دختر بچه باید بگید کز چجو وگرنه فکر میکنن دارید میگید در به پسر بچه صحبت میکنی بنابراین چجوک به تنهایی میشه پسر بچه کز چجوو میشه دختر بچه درس یعنی درس ایو یعنی خانه فاره یعنی موش گل یعنی گل روز آقاچ یعنی درخت هاوچ یعنی هویج ازگارا یعنی گوشت کبابی ایش یعنی کار ژیلت یعنی تیغ کالم یعنی خودکار مداد ماژیک به همه اینا میگن هم یعنی کالم لاله اسم هستش ماسا میز نمارا شماره عدد نمره اتوبوس همون اتوبوسه اورتمن یعنی معلم خب اینجا ببینید اینجا جزء اون استثنایی هستش که حرف غ میاد خب ولی یه جورایی تلفظ نمیشه مثلا نمیگن اغرتمن یه جوری تلفظ میکنه انگار دو تا حرف او وجود داره اینجا هر دو تا حرف ا وجود داره اینجا میشه ا رتمن ولی اینجا مثلا چی گفتیم آقاچ تو این اسمی که من اینجا نوشتم چیه اوغور یعنی این غ اونجا تلفظ میشه پارا پول رسیم یعنی تابلو عکس ساچ یعنی مو شیشه یعنی بطری حتی به بطری پلاستیکی هم میگن شیشه تاختا یعنی تخته اوچورتما یعنی بادبادک اوتو یعنی اوتو اوتوی لباس لباس ها رو اوتو میکنیم وازو یعنی گلدون یمک یعنی غذا زیتین یعنی زیتون خب اسم حروف الف رو اینجا نوشته همچین خب گفته که این کلمه ها رو حرف ها رو در حالت قاطی نوشته ما این رو باید درست کنیم خب کلم ماسا سیلگی پاکون میشه سزلوک میشه دیکشنری و یا لغت نامه در میشه کاپو. خب اینا رو هم نوشتم اینجا هم خواسته حروف رو یه بار دیگه بنویسین خب اینا بچه بازیه دیگه داریم دیگه بالا نوشته ببینم؟ اوکی خب اینجا هم دوباره همین اسمای مربوط به وسایل کلاسی رو داریم تحتا، تخته، کتاب کتاب، دفتر 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 هم میگن دفتر دفتر دوستش هم میگن چانتا کیف آه, بیلگی سایار میشه کامپیوتر بیلگی یعنی علم سایار یعنی پردازشگر حسابگر خب آه, اینجا دینلمه داریم احتیاجی به دینلمه نبود من این کلمات رو نوشتم خب میدونم چیه نوشتم خب از رو عکس که مشخصه چی هستش من فقط تلفظ کلمه رو میخونم آرابا ببک این جدول رو اشتباه نوشتم من اینو پاکش کنم جدول هستش کردم چون جدول با ده هستش فکر کردم اینا هم درست مینویسن ولی خب جدول مینویسن جدول چانتا دنیز الما دنیز یعنی دریا فندق فندق گز چشم حال فرش اسپاناک اسفناج اینک در تصویر میبینید چیه ژتون ژتون به این سکه های پلاستیکی میگن که قبلا باش تلفن صحبت میکردن الانم تو دانشگاه ها مثلا ژتون قضا دارن مثلا توی دستگاهی میندازن که یعنی ما پولش را پرداخت کردیم خب جتون شاید خیلیاتون بدونید چیه واسه اونا که نمیدونن گفتم کپک یعنی سگ لیمون لیمو مردیون یعنی پله هم به معنی نردبونه هم به معنی پله هستش نار انار اتوبوس اتوبوس اردک اردک, اردک. Portakal, portakal, radyo, saat, şemsiye, tavuk ve zende ve mordaş, e, ye çizimi gen, tavuk, e, uçak, hava peymal, üzüm, yani angur, vazo, yani golden, yıldız, zürafa, zerrafe. اوکی okay. خب صفحه 13 هم تموم شد میریم صفحه 14 بو شو او خب بو یعنی این برای اشاره به نزدیک شو برای اشاره به آن هستش از لحاظ گرامری ولی من همیشه دیدم برای اشاره به نزدیک هم از شو استفاده میکنن آره این هم واسه بگم او برای اشاره به دور استفاده میشه هم برای جاندار هم برای بی جان کیم یعنی چه کسی نه یعنی چه چیزی بونلار اینها شونلار باز هم اینها و یا آنها اونلار هم یعنی آنها حالت جمع هستش برای اشاره به دور و نزدیک بوراسی یعنی اینجا شوراسی هم یعنی اینجا باز اشاره به نزدیک خیلی دور هستش او راسه هم یعنی آنجا خب یه مثال زده بونه این چیست بو کلم این قلم هستش او کیم اون کیه او اورتمن او اورت... اه... معلم هستش براسه نرسه اینجا کجاست براسه سنف اینجا کلاس درسه بونهار کیم اینها چه کسی هستند؟ اورنجیلر دانش آموزان خب وسایل داخل کلاس رو شماره گذاری خواستم بکنیم من اینجا شماره گذاری کردم چانتا یعنی کیف الما سیب کتاب خودتون ویدیو رو استوب بزنید و بنویسید بیلگیسایار فینجان فینجان نمیدونم چه رفتی به وسایل کلاس داره جتول حساب ماکینسی ماشین حساب دفتر تحتا هاریتا هاریتا یعنی نقشه به کره جغرافیایی هم گویا هاریتا میگن پرگل به پرگار میگن پرگل هم از این ساعت میشه ساعت خب اینجا کاش خود بزرگتر می نوشت که راحت تر بتونم نشون بدم ولی خب ظرفیت اکران خب تا همینجا به کتابتون نگاه بکنید اگه کتاب زیر دستتون دارید اگر که از کامپیوتر نگاه میکنید ویدیو رو خیلی بهتر دیده میشه خب من بگم اینو بونه این چه چیزیست او ببخشید اونه آن چه چیزیست او کلیما اون گازیه. کلیما به کولری میگن که هم بتونه سیستم گرمایی رو این یعنی تنظیم بکنه گرم بکنه سرد بکنه اینا او ما آیا اون تخته است؟ اوت او بله آن تخته است اونلار کیم آنها چه کسی هستند؟ اونلار اورنجی آنها اه... دانشجو هستن و یا دانش آموز هستن فرق نمیکنه اولار آنها چه چیزهایی هستند؟ کتابلار کتاب هستن. کتاب ها شونه این چه چیزیست شو ویلگیسایر این کامپیوتر شونه این چه چیزیست؟ شو کتاب این کتاب است شونه آن چه چیزیست و یا این چه چیزیست؟ بو کلم. این دفتره. خب. بو کلم می. آیا این دفتر است؟ می یعنی آیا. بو, بو کلم می. آیا این قلم است؟ ببخشید. آیا این قلم است؟ هایر. نخیر. بو کلم دیل. این قلم نیست. دیل یعنی نیست. اینجا هم یه مشکل صدای یه میده دوستان. یعنی Uh, تو بعضی از لحجه های ترکی شاید uh, بشنوید به جای دیل بگه دگیل خب یعنی صدای گه رو بدن تو بعضی لحجه ها به ندرت پیش میاد بشنوید ولی um, در خیلی از جاها 90 درصد موارد دیل و, یا uh, حالا یه جوری که از با شیوه های مختلف میگن دیگه بو دفتر این دفتر هستش بونه این چه چیزیه بو سرا این میز دانشجوه خب سرا چند تا معنی میده یکی به معنای نوبته یکی به معنای ردیفه یکی به معنای ترتیبه یکی هم به معنای این میزهایی هستش که نیمکت مدرسه هستش آره جای دیگه به میز نمیگن سرا فقط توی کلاس میگن خب اینجا اومدیم سراغ بوش شو، او یعنی this و that انگلیسی کیم نه کیم میشه چه کسی یعنی هو نه یعنی وات خب مثال زده بو ماسا این میز است در حالت یکن یعنی نزدیک شو ماسا این میز است در حالت دور یعنی یکم دور من دیدم به چیزای نزدیک هم شو میگن از شو استفاده میکنم حتی از خودشون که میپرسی گیج میشن که شو واقعا واسه چی استفاده میشه واسه نزدیکی یا دوره چون واسه هر دوتاش هم استفاده میکنن بگذاریم او ماسا آن میز است برای خیلی دور استفاده میشه خب مثال اینجا رو ببینیم یک توضیحی دادم برای فعل است یعنی برای فعل است سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع فعل از به حالت پسوند ظاهر میشه میتونید استفاده کنید میتونید استفاده نکنید معمولا استفاده نمیشه ولی جاهایی هم هست که استفاده میشه خب در حالت چهارگانه دیر در دور دور بسته به هجای آخرین هجای کلمه ای که بهش می چسبه تغییر میکنه حالا اگر حرف آخر اون کلمه یکی از این حروف داخل پرانتز باشه که اصطلاحا هم بهش میگن حروف فستق اونجا هم چیه؟ حرف د تبدیل به ت میشه بدین شکل خب من مثالا رو اونجوری نوشتم که هر که خواست یاد بگیره هر که هم نخواست خب استفاده نمیکنه. غلط نیست اگر استفاده نشه مثل این جمله که اینجا استفاده نکردن ولی خب اینجا استفاده کرده بو ندیر این چه چیزیست؟ بو دولابتر این کمود است بو کیم دیر این چه کسیست؟ بو ارتمن این معلم است خب در اینجا دوستان نگاه کنید من میتونم بگم بو کیم بو ارتمن یعنی از فعل دیر استفاده نکنم خب و هیچ مشکلی هم نباشه حالا در مثال های پایین که خواسته بودن بنویسیم من دیر رو استفاده کردم که شما بدونید از است چجوری استفاده میشه هر کی هم خواست میتونه استفاده نکنه مشکلی هم نیست بو ندیر بو او دیر بو کیم دیر بو آیشه دیر Bunlar nedir? Bunlar laledir veya çiçektir. Mütünüm benim isim çiçek. Bunlar çiçek. Çiçek. Ege bakam ast ezafe konam benim isim tir. Bunlar çiçektir. Bu kimdir? Bu futbolcudur. O futboliste. Bu nedir? Bu ağaçtır. Bu kimdir? بو دکتر دور بو ندیر بو سندالیه دیر خب همجایی گفتم میتونید دیرها رو استفاده نکنید اشهادکی در زیر کلمه, کلمه ها رو اویگون مناسب بشلوکلا را در جاهای خالی یرلشتیرلیم جاگذاری کنیم خب این کلمه ها رو اومدیم اینجا نوشتیم اون جاهایی که زیر کیم جا خالی داشت شغل ها رو نوشتم اونجایی که نوشته بود نه حیوان ها و اشیا رو نوشتم خب پلیس میشه پلیس پستاجی میشه پستچی شارکجی میشه چیز خواننده ارتمن معلم آوکات وکیل کوش میشه پرنده چانتا کیف پنجره پنجره کپک سگ کدی گربه کیم گارسون پیشخدمت، خدمت و یا همون گارسون مهندس مهندس همشیره پرستار نه کاپه در ایو خانه تلفن تلفن بیلگی کامپیوتر دفتر دفتر, دفتر، اتوبوس اتوبوس چای چای خب اینا هم گفتیم حالا میایم پسوند های اسمش چیه جم پلورال سافکس و یا چول اکی اگر هجای آخر کلممون و یا اینجوری بگم آخرین صدای آخرین حرف صداداری که در کلممون وجود داره یکی از این چهار صدای کلفت آ, ا, آ او او باشه پسوندمون لار خواهد بود اگر آخرین صدایی که در کلمه وجود داره آخرین حرف صداداری که در کلمه وجود داره یکی از صداهای ا، ای، او و او باشه پسوند لر میگیره خب اینجا مثال داریم بونلار کپک اینها سک هستن شونلار کپک آنها سک هستن اونلار کپک آنها سک هستن یکن نزدیک ازاک دور چوک زاک خیلی دور خب اینجا مثال زدیم این جدول اینجا, اینجا بمونه کتاب کتابلار کز كز, کزلار کوتو کتولار تلویزیون تلویزیونلار خب نگاه کنید آخرین حرفش آ بوده ما لار آوردیم آخرین صدا او بوده ما لار آوردیم آخرین صدا او بوده ما لار آوردیم آخرین صدا او بوده چی آوردیم؟ لار آوردیم. اینجا با صدای کالون. پنجره لر، کدی لر، کوی لر، ازم لر. اینجا هم آخرین حرف صدا رو که میبینید. یکی از این چهار صدا بوده. ما پس بنده لر آوردیم. خب مثال زده اینجا. بون لر ندیر. و یا بون نه. اینا چه چیزی هستن؟ به دو شکل میتونیم جواب بدیم. میتونیم بگیم بون لر veya bunlar bardak veya mütünün bugün bardaklar. Yani eğer kelimeyi bunlar avordim, lüzumi ne dara ince bardak ro cem bebendim. Vali eğer bardak hmm, eğer kelimeyi bunlar şunlar onlar ne avordim, mütünün kelime ro be surete cem be kar Ha bunlar kimdir veya bunlar kim? Bunlar öğrencidir. اگر هم بونلار رو نیاریم میتونیم بگیم اورنجیلر جواب کوتاه خب بریم سراغ بعدی دو مدل دو موردی هست که باید دقت بکنیم مورد اول اینه میخونم از روش ترجمه میکنم بعد بهتون میگم چی میگم سایلارا ببخشید سایلارلا با رقمها و میکدار بلیرن صفاتلارلا و صفتهایی که مقدار رو مشخص میکنن بیرلیکده با هم کلانلان اسم لرده با اسمایی که با هم اه... کنار اینها گذاشته میشه چول اکی کلانلماز پسونده جمع استفاده نمیشه Nouns do not take plural suffix with numbers. مثال زده. یک چوچوك، سه تا بچه، یکی کلم، دو تا مداد، بهش بارداق. وقتی عدد میاد، دیگه کلمه رو جمع نمی بندیم. وقتی که مقدار مشخص میکنیم باز هم جمع نمیبندیم بندیم از کشی، تعداد کمی اشخاص چک انسان تعداد زیادی آدم هیچ یا بانجه هیچ تعدادی غریبه و یا خارجی یعنی دوتا معنی میده یه معنیش یعنی غریبه کسی که نمیشناسی یه معنیش هم یعنی که کسی که از خارج از کشور اومده خب مورد بعدی اینه سون هجلرینده آ او او بلونان بعضی یابانجی کلمه لر کلمه هایی که آخرین حرف صدادارشون Uh, یعنی در uh, هجای آخرشون سن هجه لرده در هجای آخرشون صدای آ و او و او دارن uh, پسوند لر میگیرن و این کلمه خارجی هستن این رو هم این پایین آورده Some borrowed words having آ او او in the last syllable take lar مثال زده. ساعت لر. ساعت ها. هایال لر. رویا ها. حال لر. حال و احوال ها. سیاحتلر مسافرت ها رولر نقش ها نقش های بازیگری آلکلر الکل های مختلف سمبلر نشانه های مختلف میثاللر مثال های مختلف مشگولر کسایی که خیلی مشغول هستن پترولر بنزین ها کالپلر قلب ها ایدئاللر ایدئال ها خب این کلمه ها رو که دیدید اینا با لر پسوند خورده شدن دلیلش هم نمیدونیم اوکی اینجا گفته بود این کلمه ها رو چیز کنید جمع ببندید منم براتون نوشتم دفتر لر الویس لر بانکا لر bankalar okey e penjuri şot bankalar elbiseler دفترلر، اارویسلر لباس ها، بانک ها، بلتلر، بلت ها ها، ارککلر مردها و یا پسرها، öğrenجیلر دانشجوها öğrenجییلل دانشجوها، سرونلار مشکلات، بیرولار افیس ها دفتر خونه ها اولر دفتر خونه که نه یعنی مثلا قسمت های اطلاعات شرکت های مختلف اولر خانه ها فیلم فیلم ها بالکلار ماهی ها اجزان ها اودالار اتاق ها یمکلر غذا ها بولاشکلار ظرف های نشسته ، قهوه ها، پارکلار، پارک ها، وتلر، هتل ها، نوماارلار، شماره ها، جنگلها، تندلی ها، رمانلار، لباسهای کسیف، کرالار، پیانوها، خانه ها، چاماشورلار، لباس کادنلار زن لوکانتالار، رستوران پاکتلر، بسته قوطی ها پاتاتس سیب ها بله چه پایان زیبایی خب سرو اکی پسوند پسوند yes no question سوال هایی که آیا رو داریم توشون جوابشون با بله و یا نخیر هستش همون طور که میبینید اینجا سوال میاد اگر در سوالمون در هر کجای جمله ممکنه بعد کلمه اول بیاد ممکنه بعد کلمه دوم بیاد پیشنهاد میدم به کلمات سوالی ویدیوی کلمات سوالی رو بخون نگاه بکنید و یادداشت بکنید اونجا قشنگ توضیح دادم خب این درست به عنوان پسوند اسم دادن سروعکی ولی پسوند نیستش جدا از کلمه نوشته میشه در کنار کلمه میاد ولی خب هماوایی صدا رو داره اگر هجای آخر کلمه من صدای آ و ا داشته باشه پسوند کلمه م اگر ا و ای داشته باشه می اگر او و او داشته باشه مو اگر ا و ای داشته باشه می رو خواهیم داشت خب مثال زدیم اینجا بودولاب م Aya in Evet, dolap. Veya bu dolaptır. Bu masa mı? Hayır, masa değil. Veya hayır, koltuk. Bunlar köpek mi? Aya in ha serkesten. Evet, köpek. Belli, serkesten. Bunlar köpektir. Hop. حالا این مثال ها رو جای خالی ها رو گفته بود پر بکنید که من پر کردم میخونم براتون آشادکی جمله لری جمله های پایین رو ارنک که گیبی گیبی یعنی ماننده ماننده مثال ها تمام لیالم کامل کنیم بو ارنجی می؟ بو دیر بله O Hayır, bu öğrenci değil. Yııkar cevabı evet, ham hamba cevabı hayır derimino. Şuvarayı 2. Bu sınıf mı? Evet, bu sınıftır veya sınıf. Hayır, bu sınıf değil. Hayır, bu sınıf değil. İstanbul kalabalık mı? Evet, İstanbul kalabalıktır veya İstanbul kalabalık. Hayır kalabalık değil. Bunlar yüzük mü? Ayın ha engoşter Evet bunlar yüzüktür. Veya bunlar yüzük. Hayır bunlar yüzük değil. O postacı mı? Ayın postiye. Evet o postacıdır. Veya hayır o postacı değil. Şunu aşağıya getireyim. اوکی. او تمیز می؟ آیا خانه تمیز است؟ اوت او تمیز دیر بله خانه تمیز است. میدونم این است رو نیارم. اوت او تمیز. هایر او تمیز دیل. خب اینجا جواب ها رو داده سوال ها رو خواسته بود. من هم نوشتم. آشاده که برای جواب های زیر اویگون سرولار یازنست. Sual hayi monaseb benivisid. Uygun yani monaseb. Yazınız benevisid. Hop. Neveşte bud? Evet bu sandalye. Bana neveştem. Bu sandalye mi? Neveşte bud? Hayır köpek değil. Bana porsidem. Bu köpek mi? Sual neveste neveşte but? Evet şu sözlük. Pes sual porsidem şu şu sözlük mü? Cevap vereyim. Hayır o sözlük değil. Sual misal, O sözlük mü? hop Burası neresi? İnce kocast. Mesal harini gamı Burası neresi? Burası ev. İnce kocas, inca khanes. شوراسه نرسه اینجا کجاست و یا آنجا کجاست شوراسه باهچه باهچه یعنی حیات ممکن حیات مدرسه باشه ممکنه حیات محل کار باشه حیات خونه باشه و یا خود باغچه باشه اوراسه نرسه آنجا کجاست اوراسه سکاک آنجا خیابان است و یا کوچه است هم به خیابون میگن سوکاک هم به کوچه میگن سکاک Burası Ankara mı? An İnca Ankara'st. Evet burası Ankara. Bəli İnca Ankara'st. Hayır burası Ankara değil. Nəxil İnca Ankara'nist. İstanbul. İnca İstanbul'a. Şurası İzmir mi? Ay İnca İzmir'e. Evet şurası İzmir. Bəli İnca İzmir'e. Hayır Bursa. Nəxil. İnca بурсاست. اسادکی رسمی را نگاه کنیم را تخمین می‌کنیم و این بناهای تاریخی رو پس بزنیم که کجاست خب میدونیم کجاست است؟ اینجا صوفیا است. اینجا ایا است. اینجا بزرگ و بزرگ است. اینجا و بزرگ و Burası Paris, Eiffel Kulesi. İnce Paris, Borja Eiffel'e. Burası çok güzel. Burası Londra. İnce London Hestesh. Burası Mısır piramitleri. İnce Ahramı Mısır Hestesh. ya. Dinleme daştım. E, Vali kop hat zaten cevaba bedone dinleme hem e, sahna bud. Mıxonam diyalogu şema koysun, stop ve beni visit. Ben bir Ruhani mi konam Burası neresi? Burası kapalı çarşı. Şunlar kim? Onlar turist. Kapalı çarşı büyük mü? Evet, burası büyük bir çarşı. Şurası kafe mi? Hayır. Orası kafe değil. Mağaza. Hop mani mi konam? Burası neresi? İnce kocas. Burası kapalı çarşı. İnce bazarı serpuş ile hastes. Şunlar kim? İnaki hasten. Onlar turist. Onha turist hasten. Kapalı çarşı büyük mü? Bazarı serpuş ile bozorge. Evet. Belle. Burası büyük. İnce bozorge. Büyük bir çarşı. İnce bazarı bozorgiye. شراسو کافه می اینجا کافه است هایر ارسو کافه دیل نه اونجا کافه نیست مازا مغاز است خب اینجا کلمه هایی رو داریم که مربوط به خونه هستش و من تا اونجا که میتونستم نوشتم هر کلمه که خودتون لازم دارید از گوگل ترنسلیت نگاه بکنید اون در حدی که میتونستم بنویسم و اینجا بود نوشتم یا تا کدسه؟ اتاق خواب، یاتاق، تخت، دولاب، کمد، وازو، گلدون، لامبا، لامپ، چراغ خواب، رسیم، تابلو، آویزه، لوستر، گیین می اتاق لباس پوشیدن، آینا، آینه، گاردروب، کمد لباس، تابور چارپایه، بانیو، هموم دستشویی، کلوزت، خود کلوزت توالت هستش لاوا با روشویی اینجا که دست و صورتمون رو میشوییم کیوت uh, وان هموم هستش دوش دوش هموم هستش اتورما اودسه و یا سالن اتاق نشیمن کتابلک کتابخانه و یا همون قفسه کتاب کلتوک مبله یه نفره به صندلی کار هم میگن کلتوک به این سندلی های گنده صندلی رئیس و این حرفا کاناپه کاناپه میشه کاناپه پا به میز اصلی میز قهوه خوری میگن سهپا ساعت ساعت مطفاق آشپزخانه بوز دولابو یخچال اجاق اجاق گاز ببخشید اجاق گاز مسلوک آم شیر آب خب اینجا هم کنش داریم اگر در کلاستون هستش خودتون انجام بدین کلتور کلتره از فرهنگ به فرهندگی دیگه بوراسه نرسی اینجا کجاست؟ هاریت های با کلم به نقشه نگاه کنیم اولکلری ارنکدکی که به یازدالم کشورها رو همانند مثال بنویسیم تو مثال نوشته بوراس ترکیه خب اینجا نوشته بوراس چین اینجا چینه بوراس روسیا بوراس ایتالیا بوراس مصر بوراس امریکا خب اینجا چیز خاصی نداره بریم سنف دیلی زبان کلاس آف درسنیز ببخشید اوت ماگدا اسمشه بله ماگدا سورو نه دمک سوال یعنی چی یعنی کلمه سرو یعنی چی منظورش اینه من سورو سوریورم سن جواب بریورسون من سورو میپرسم تو جواب میدی üzgünüm متاسفم آنلا میورم نمیفهمم تمام اوکی سورو کلمه سرو سنین آده نه این میشه سوال داره واسهش مثال میزنه جواب به نیم مگدا تمام آنلادم تشکرلر خب این داره میگه که مثلا تو کلاس ترکی حرف نزنید و معلم اینجوری بگه و بچه ها اینجوری بفهمن و اینجور حرفا هرکس کس هر جور دلش بخواد میفهمه همین چیز نداریم اوکی آشناده کی جمله‌لری خب خوب اینارو گفته که به همدیگه وصل کنید. نسلسند جوابش میشه. ایم. نرلیسند جوابش میشه. انکارلیم. یعنی اهل انکارا هستم. C. گریشیز جوابش میشه. گریش مک میشه آ پس ناسوسون جوابش چی بود؟ ایم به ببخشید نه ایش یپیوسون من ارنجیم چه مرحبا هم جوابش میشه مرحبا اوکی İnja ham güfte ki pasvande sual 3 hastiş, sual 2. Hop sual 3'ü ancağalım. Hala ki tu kitap, tu safhe Aşağıdaki kelimeleri çoğul yapalım. Cem bevendim, masa, masalar. Sandalyeye, sandalyeler. Öğrenci, öğrenciler. Saat, saatler. Silgi, silgiler. Okul, okullar. Kalem, kalemler. Vazo, vazular. öğretmen öğretmenler کتاب، kitaplar sözlük sözlükler sınıf sınıflar خب حالا بیایم اینجا سوال دو گفته جواب رو چیکار کنید جواب درست رو انتخاب کنید خب ایم تشکر داریم در جواب کدوم یکیش اومده در جواب نسلسن آد نه جواب میشه چی بنی مادم فاتما ممنون oldم جوابش میشه چی بنده ممنون oldم شماره چهار بنی آدم زجان سنی آدم نه بعد اینجا خالی بود ممنون oldم جواب میشه بنده ممنون oldدم جواب قسمت به هستش بنی مادم سنا بند ممنون وردوم خب قسمت پنج ناسلسن چطوری جوابش میکشه چی ایایم ای سن که گفته بند ایایم ای ای خوبم تو چطوری خب بریم سراغ سال چهار گفته دغرو ایسه اگر درست هستش حرف ده یانلش ایسه اگر اشتباه هستش حرف یه رو بذاریم کویلم بگذاریم بونه بوارتمن خب این اشتباهه من اشتباه گفتم که اشتباهه چرا گفتم اشتباهه؟ تو وقتی داری از این شخصی سوال میپرسی به یک شخصی میگی چی؟ میگی این چه کسی است نمیگی این چه چیزیست؟ بونه اشتباهه ساعتلر ساعتلر استثنا بود لر میگرفت پس این درسته 3. کلملر خب وقتی که عدد میومد قرار بود که اشاره جمع نیاد پس این اشتباهه یانلش بروس اکول درسته بو سنف مو اینجا هماوای صدا رایت نشده قرار شد که اگر او و او باشه پسفند مو بیاد وقتی که او باشه پسفند م میاد یعنی درستش میشه چی؟ درستش میشه این خب اینجا یانش بود ما هم یانش گذاشتیم بو بونلار کتاب اینها کتاب هستن نسلسن فرانسالیم ببخشید نسلسن فرانسالیم آره اشتباهه جواب چطوری فرانسوی هستم نیست که این اشتباهه بو کیم این چه کسیه بو علی این علیه شونلار مسالار خب اینو اشتباه شده من اینو یانلش وقتی بون شونلار می اومد این جمع بسته نمی شد اینجوری بود اوکی ترکیه ایتالیا Rusya, Mısır, İngiltere, Kore, Almanya. İnanık ati ne bu? Kastı bu ki? doğru ben ne vesim? Ben hem ne şiş. Nerede? Der koca? Ne zaman? Te zamani? Ne söylüyoruz? Çe mi guyim? İşaretli e, Alamat bezarim. Kıf, lokanta. Der restoran Çe mi Afiyet olsun. Nuşe can. Geçmiş olsun male. Ayadate, maryiz didane. Görüşürüz. Hemen muhafaza diye. Tuğdukanta mi giyim? Afiyet olsun. Gece. Muhafaza şap. Çi mi giyim? İyi geceler. Hastane. tüye, Bimaristan. Çi mi giyim? Mi giyim? Geçmiş olsun. İnşallah ki bedur başa. Doğum günü. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Khob. Öz یعنی اینکه به خودت نمره بده اینا رو مثلا چقدر میتونی خوب انجام بدی به خودت نمره بده اشاله که همه به خودتون نمره های خوب بدین خب اینجا هم کلمه ها رو داریم کلمه های تا الان هرچی کلمه دیدید هم اینجا جمع کرده اینا رو هم میتونید از گوگل خودتون در بیارید فقط یکی دوتا بود که من توی در بالا ندیدم اون هم پاردسو بود پاردسو یعنی مانتو زنانه بقیه کلمه ها همه جا بود توپ نبود دونه توپ بود ام خب اینا رو هم همه رو طی توضیحاتی که دادم در قسمت بالا دیدید باز اگه تو کتابتون اینا رو میخواید نوت بردارید در کنارش معنیاش رو بنویسید خب دوستان امیدوارم که موفق باشید امتحان تومر خوبی داشته باشید